جناب آقای علی نقی از شیراز، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست اهل سنتمون. سلام علیکم خدمت شما مجید محترم، السلام آقای از محسنی و از خدمت آیت الله قزوینی، سلام و عرض ادب دارم. خواهش میکنم. ببخشید اینجا من تو کلیپی از برنامه کلمه دیدم که آقای از قزوینی هم دارم میفرمان که توی انتقاد من هیچ مشکلی ندارم کسی انتقاد کنه. بعد من تو کلیپ دیدم که دارن تهدید میکنن به وهابیت و وهابیت رو میگن سرشون میذارن بالا چوبه دار. آیا اگه سنی، آیا اگه شیعه سنی بشه حکمش چیه؟ مگر این برادرانی که عرب تشیع هستن میگن میخوام سنی بشین، مگر برادران وهابی تو کلمه، تو کانال کلمه میگن برین از خود علمای اهل سنت بپرسید، دین از اونا بیاموزید. نمیگن بیا از ما یاد بگیریم، ما یک مذهب جدید دیگه داریم به عنوان وهابیت. و خود آقای مرادی که شما قبولش دارید میگه ما وهابی چیز به عنوان وهابیت نداریم. یکی پس چرا برادران مسیحی که مثل ایران هستن بالا چوبه دار نمیرن؟ برادران خیلی از برادران از تشیع معارض تسنن مسیحی شدن، چرا اونا براشون حکم قائل نمیشن؟ اگر شما بر حقید نباید از چیزی بترسید. انسان وقتی از قوه حرکت نقص میاره میره به قوه فیزیکی متوسل میشه. دیگه هم شد شما تو تمام رسانه همه اهل تشیع هستن، آیا اهل سنت اجازه دارن الان در رسانه فعالیت کنن؟ هرگز. چرا؟ چون در منازعه که با هم داشتیم با آقای مرادزهی یکی اهل سنت در ستون برادران تشیع بودن، یک کجاش هفته وحدته؟ وحدت یعنی یکی شما یکی ما. من دیگه عرضی ندارم، جواب ما از گیرنده. بله بله، ما تو هر برنامه‌ای که میشه یک شیعه یک سنی هست اونجا برابر با هم صحبت میکنن. تازه بیشتر ما به خودتون هم تو این برنامه دید ما وقتی برادران اهل سنت میان چقدر وقت اضافه میدیم، اصلا تذکر و وقتی هم نمیدیم. چگونه میشه که شما اینجوری قضاوت میکنید در صورتی که ما خواستیم همه علما بیان اینجا تک به تک، دو نفر دو نفر، سه نفر به سه نفر بشینن، ولی وقتی یه نفر جناب آقای مرادزهی تنها میاد؟ خب این که ولی همون آقای مرادزهی که آمد، قبل از آمدنش خودشون میگفت دیگه هجمه ها علیهشون شروع شده. بله بله، همینا آقا شما نرید، برای شما عرض کنم تهدید کرده بودن. ما خیلی وحشت داشتیم که چه بسا در خود قوم یا بین راه این آقایان وهابی ها بیان یک ضربه‌ای بزنن غیره به نام ما. تمامش الحمدلله رب العالمین، تا ایشون بره برسد به زاهدان ما واقعا اینجا نیمه جان شدیم. بعدشون رفت رسید و منزلشون تلفن کردن، من واقعا یه نفس راحتی کشیدم. ما آمادگی داریم برای چیز. برادر عزیزم، حالا من در رابطه با اون کلیپی که دارن پخش میکنن، اولا اون قضا یا مسائلی بود، خیلی از برنامه‌ها ما داریم، ما آبروداری کردیم از علمای اهل سنت، اون قضایا را خیلی مطرح نکردیم. ولی اولا اون در مهابات معمولا آقایان کردها در مهمان نوازی ضرب المثل هستند. در اون جلسه تعدادی از علمای اهل سنت که اصلا اهل سنت من نمیدانم اونها را فریب خورده وهابیت، یعنی برخلاف سیره خلاصه کردی، در اونجا شروع کردن پرخاش کردن. یعنی پرخاشی اونها آبروی نه تنها سنی، آبروی هر کرد را هم برد. من خیلی زیاد، حالا انشالله این آقایان که اون کلیپ رو پخش کردن، ما کامل چه پخش میکنیم، از اولش وسطش آخرش کنار هم گذاشتن. در اونجا صحبت سر این بود، ما یک جلسه رفتیم اونجا برای شما عرض کنم با علمای شیعه در ارومیه صحبت کردیم، در به قول نقده صحبت کردیم، در برای اساتید دانشگاه صحبت کردیم، در خود ارومیه هم حدود نزدیک 100 نفر از علمای اهل سنت صحبت داشتیم. در اینکه آقا امروز خطر وهابیت یک خطر برای شما عرض کنم جدی است. بعد اینا گفتن آقا ما سوالاتی داریم، یک جلسه بگذارید به سوالات ما جواب بدید. من تمام نامه هاشون رو دارم. ما با مسئولین هماهنگی کردیم یک جلسه بریم به سوالات آقایان جواب بدیم. و بعد این آقایان رو تحریک کرده بودن و خیلی عبارت های تند، یعنی واقعا برخلاف سیره یک کرد اونها شروع کردن. البته با یکی از همین آقایان ما مستاها گفت فلانی برای این آقایان که اینجا آمدن 7-8-10 نفر رو آمدن، نفری 250,000 تومان پول دادن، نفری هم یه فرش برای خونشون بردن که برید جلسه آقای قزوینی رو به هم بزنید. من نمیدانم راست یا دروغه، لازمم باشه اسم اون ماموستا رو یه روز اینجا میبرم.
که نه تنها یکی دو سه نفرشون هم گفتن. خب این آقایانی که همچه قضایایی بود اونجا مطرح شد، آقا ما که وهابی نیستیم چرا شما اینطور حرف میزنید؟ گفتم آقا الفبای فکری وهابیت براندازی حکومت جمهوری اسلامیه، براندازی حکومت شیعیه. دلیلم آوردم عبارتی از ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب بن باز و دیگران که آقا اینها حتی از خود آقای ملک عبدالله که صراحتن میگه ما حاضریم 250 میلیارد تومان میلیارد دلار هزینه کنیم تا حکومت‌های شیعی را در منطقه ساقط کنیم. گفتم خب هر حکومتی برای خودش ارزش قائله. شما تصورتون این هست، حتی من گفتم چه شیعه باشد در همین کلمه الحمدلله الحمدلله لجعل اعداءنا من الهمقا، گفتم آقا این آقایانه که فریب وهابیت رو خوردن در اهواز به فکر براندازی نظام جمهوری بودن، جمهوری اسلامی اینها را پای جوخه دار فرستاد. در زاهدان علمایی که به فکر براندازی افتادن، من اونجا نام بردم، چرا اینها را پخش نمی کنن؟ مولوی عبدالقدوس، مولوی سلیمی، اینها به چه وجهی آوردن حوزه علمیه خواهران چاه جمال را، حجره ها را مملو از مواد منفجره کردند برای اینکه برن علمای شیعه و سنی را بکشند و بعد اختلاف در داخل کشور بندازند. یعنی به جرم اینکه این آقا چون سنی هست باید مسئولیت داشته باشه، در کجای دنیا هست؟ اینها اگر این رو میگن، من خیلی فراتر از این رو عرض کنم، من نمیخواستم بگم، در همین سفری که من آمریکا بودم یک جلسه ای ما داشت مرکز اسلامی نیویورک، جمعیت مملو بود. الان هم اون دوستان دارن صدای منو میشنون. بعد از جلسه یک آقای آمد با صدای بلند شروع کرد از من سوال کردن، آیه فلان شما چرا روحانیت آزاد در برابر کشتاری که در ایران هست ساکت نشسته اید؟ گفتم کدام کشتار؟ گفت اینی که بعضی وقتا اعدام میکنند و نمیدونم تو دادگاه ها غیره. گفتم برادر عزیز، هر کشوری برای خودش یه قانونی داره و هر کسی قانون شکنی کند مطابق قانون مجازات میشه. گفتم مگه در خود آمریکا اعدام نیست؟ گفت چرا؟ گفتم چرا اعدام میکنن؟ گفت چون قانون شکنی میکنن. گفتم خب جمهوری اسلامی هم برای خودش یه قانونی داره و هر کس از محدوده قانون رفت و جرمش طبق قانون اعدام بود اعدام میکنن. این ماند. بعد ایشون برگشت گفت که چرا شماها در برابر این کشتار سوریه ساکت نشسته اید؟ گفتم برادر من، چرا شما از کشتار بحرین نمیپرسی؟ مردم سوریه خونشون رنگین تر از بحرینه. همینطور ماند. سه تا چهار تا سوال کرد و من جواب دادم و دیگه سرش انداخت، بالا بدون خداحافظی رفت. یکی از این دوستان گفت فلانی میدانی کجا هستید؟ ساختمان سازمان ملل در به قول 100 متری ما هست اینجا. نمیدونم سازمان FBI چه کار. گفتم آقا این اندازه ما نتونیم از حق دفاع کنیم، برای لای درز دیوار خوبیم ما؟ گفت آقا اینها چنینند. و گفتم بله، من این حرفام رو دادم، تکلیف دارم. اگر سازمان FBI تشخیص داد من خلاف قانون کردم، طبق قانون با من برخورد کنه، تسلیم هستم. این آقا تصور میکنه که فرد به فرمان نمیخواستم این مسائل رو مطرح بکنم. تمام این برنامه هم ضبط شده هست. این قضایایی که دارن مطرح میکنن، این آقایان علمای اهل سنت تصور میکنن چون عالم سنی هستن یک مسئولیت فراقانونی دارن، هر جنایتی بکنن، هر غلطی بخوان بکنن، هر اقدام علیه امنیت بکنن، کسی نباید بگه بالا سرتون ابرو هست. شما ببینید در طول این به قول 7-8 سال اخیر، من ارزم برای اهل سنت احترام قائل هستیم، برای علمای اهل سنت احترام قائل هستیم، ولی اگر چه سنی چه شیعه، حتی من گفتم منم باشم اگر فریب وهابیت رو بخورم بخوام توطئه علیه امنیت کنم، جمهوری اسلامی نسبت به شخص من هم به هیچ وجهی برای شما اغماز نمی کنه. حالا شما ببینید این مباحثی که این حضرات آورده ان، من خیلی خلاصه عرض می کنم بینندگان عزیز. این برادر بزرگوار جناب آقای علی نقی، کسی را به جرم این که
سنی بوده شیعه شده، شیعه بوده سنی شده، به جرم عقیده کسی را در جمهوری اسلامی ایران یا در پاکستان یا در عراق یا در لبنان محاکمه نمی کنن. الان صدها نفر میان سنی هست شیعه میشه، شیعه هست سنی میشه. به هیچ وقتی شما بیایید یک مورد نشان بدید که یک فرد شیعه بوده آمده سنی شده، گفتم بالا چشمت ابروس. یک مورد بیایید برای ما نشان بدید، یک مورد. ولی اون طرفش زیاده، ولی از اون طرفش زیاده. ولی از این که این آقایان بخوان توطئه کنن، جنایت کنن و مسئولیت قضایی هم داشته باشن، کور خواندن. شما ببینید در قضیه جنایت گورناک سال 78 36 تا ما شهید دادیم. رهبر جنایت کی بود؟ ملا کمال صلاح بوده، ملا کمال صلاح زهی بوده. در مسجد امیرالمؤمنین سلام الله علیه سال 79 توسط حزب الفرقان و حدود نزدیک 250 تا کشته و شهید دادیم ما. این جنایت به سرکردگی مولوی ملوک صورت گرفت. در جنایت تاسوکی 22 نفر از عزیزان ما به رگبار بستن، یکی از افراد رو خواباندن زمین مثل حیوان، سرش بریدن و سیدی کردن، در میان مردم منتشر کردن. به رهبری کی؟ به رهبری عبدالمالک ریگی. جنایت دارزین بود 17/5/85 به سرکردگی برادر عبدالمالک، عبدالملک عبدالحمید ریگی بود. 12 تا شهید دادیم. جنایت بلوار سارالله زاهدان 25/11/85 بوده به سرکردگی آقای شنبزهی بوده، از دوردیده های برای شما مرسم جماعت تبلیغی بود، نتیجهش 12 تا شهید. انفجار مسجد علی ابن ابی طالب 7/3/88 بوده 20 تا ما شهید دادیم به سرکردگی آقای عبدالخالق ملازهی، طلبه منبع العلوم سرباز بوده. و خب شما ببینید این مسائل و غیره، همین قضایای حوزه علمیه تعلیم الاحکام روستای چاه‌جمال ایران شهر منجر شد به اعدام آقای محمد یوسف سهرابی، برای شما عرض کنم مولوی عبدالقدوس ملازاده 22/6/86 بوده. خب اینها یعنی تصور میکنن چون مولوی هستن، چون اهل سنت هستن، اینها آزاد هستن، میتونن هر جنایتی بکنن، هر چقدر این مردم رو شکنجه کنن، توطئه کنن، ترور کنن، مردم را بکشن و امنیت هم داشته باشن. خب بینید این قضایا، حالا من نمیدونم دوستان پشت خط چقدر هستن یا نه؟ پشت خطی بود که آجا هستن دیگه، بندگان خدا. بله، عیب ندارد این عزیزانمون یه چند لحظه باشن. من دیگه نمیخواستم، میخواستم اینها رو یه مقداری در یک وقت، حالا ما چون بحثای تقریبی داشتیم امشب، گفتم اگه بشه بله توی حالا شب دیگه آجا اینان مطرح بکنیم. من برای شما عرض کنم فیلمی که تهیه کردیم، اعترافات خود آقای مولوی عبدالقدوس، مولوی سلیمی، میگه آقا ما رفتیم در پاکستان مواد منفجره آوردیم، سلاح آوردیم، حوزه علمیه همه مملو بوده. و بنا هم بود در یک جلسه ای که علمای شیعه و سنی هستن اونجا منفجر کنیم، چیکار کنیم؟ علمای شیعه و سنی را بکشیم، اختلاف و جنگ داخلی در ایران را بندازیم. خب انتظار داره جمهوری اسلامی بیاد بیا آقای عبدالقدوس دست درد نکنه، آقای سلیمی واقعا دست مریضاد، آقای عبدالحمید ریگی دست مریضاد که اومدی به قول 200 نفر 300 نفر رو بکشتن دادید؟ اگر این انتظار دارید، این انتظار بیجاست. این انتظار رو من گمان نمی کنم وحشی های آمازون هم داشته باشن که شماها دارید. ولی اگر نه، بناز هر کس طبق قانون مجازات بشه. خب فرض بفرمایید 10 تا روحانی سنی میاد خلاف امنیت، خلاف اخلاق، خلاف هرچه، میره تو زندان. چطور اگر علمای سنی رفتن زندان باید تو تمام ماهواره ها داد و بیداد فریاد، ولی علمای شیعه اگر رفت زندان یا اگر یک روزی اعدام شد، نه، اینها مستحق این قضایا بودن. حالا انشالله ما این کلیپ رو مفصل انشالله در یک جلسه دیگر طلب بینندگان عزیزمون باشه که اینو انشالله پخش کنیم. حالا امشب مناسب نیست، خیلی میخوام این موضوع رو مطرح بکنیم. خب تلفن ها رو لطف کنید که حالا تو این